قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی خانم ها آقایان سلامی گرم و درود بی بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا از این که این برنامه رو دارن از ایران میبینند برنامه این ساعتمون در مورد اشخاصی هستش که پزشک هستند یا اینکه میخوان پزشکی بخونند یا اینکه پزشک هستند چند سال دارن کار میکنند برای تخصص دارن فکر میکنند و اگر که اجازه بدین من اسم اشخاصی رو که گفته بودم که جوابشون رو امروز میدم رو بگم که آم بدونن که سوالهایی سوال که داریم جواب میدیم کلی جواب خواهم داد برای همه عزیزان تقریبا میشه گفت یک جور خواهد بود آم میر حسین آم که دیپلم علوم تجربی 20 ساله کیهان آم که 19 سالشه میخوادش که پزشکی بخونه در مورد بورسیه در مورد پزشکی پرسیده الهه که الان دانشجوی پزشکی آزاد هستش مهران که 28 سالشه دانشجوی پزشکی و 8 ماه دیگه فارغ و تحصیل داره میشه علی سال دوم پزشکی با رتبه دو رقمی کنکور سراسری حمیده که در مورد خواهرش که فاطمه هستش که 19 ساله هستش سال کرده مهدیه 18 سالشه رشته تجربی آرتوش 21 ساله دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد طیبه که دخ... در مورد دخترشون که دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد هستن سوال کرده امید در آستانه 19 سالگی و امتحان کنکور در مورد پزشکی میخواد سوال کنه رضا 18 سالشه و میخواد که پزشکی بخونه آرمیتا که الان پزشک هستش و در مورد یو اس قسمت سومش داره میپرسه فهیمه 36 سالشه سابقه 10 سال کار در اورژانس داره و همسرشون شغل آزاد دارن زهرا 32 ساله مجرد هستش در رشته تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ و تحصیل شده و امیر پزشک هستش امیر امیر و مینو سوالاشونو من برمیگردم جواب میدم و توی گروهی که داشتیم صحبت میکردیم خانم معصومه که الان پزشک هستن در ایران اینترنیست هستن و از دانشگاه تهران ایشون گرجویت شدن و در مورد ایالات متحده سوال داشتن بسارید که من در چند دقیقه آینده در مورد وارد شدن به مدرسه پزشکی کلا صحبت بکنیم و بعد در مورد اشخاصی که خارج از کشور هستند صحبت خواهیم کرد کسانی که بخوان وارد مدرسه پزشکی در ایالات متحده بشن بعد از دیپلم چهار سال باید تحصیلات لیسانس داشته باشند در هر رشته ای. تا زمانی که دو تا زیست شناسی دو کلاس زیست شناسی یعنی در حدود هشت واحد دو تا شیمی دو تا شیمی عالی دو تا فیزیک و دو تا ریاضی رو گفتم دو تا ریاضی باید ورشه باشن و انگلیسی اگر که وردارن واجد و شرایط میشن برای اقدام کردن برای کنکور پزشکی که کنکوری هستش به نام امکت رساب دوستانی که الان دبیرستانشون رو خوندن و میخوان وارد مرز پزشکی بشن باید بدونن که لیسانس باید اول داشته باشن اینجا از اول وارد پزشکی نمیشه خواست. مگر اینکه بعضی از اینجا برنامه هایی هستش که پزشکی و لیسانس رو یکی کرده چهار سال لیسانس، چهار سال پزشکی رو یکی کرده در ارزه شیش سال هستش که اون برنامه خاصی هستش که امروز در رو صحبت نمی کنیم پس قاعدتا باید چهار سال لیسانس خوندش بعد از اون چهار سال پزشکی خوندش بعد از اینکه چهار سال لیسانس رو شما در هر رشته ای می میتونید که بخونید مثلا میتونید که کسی بره فیزیک بخونه بره مرسای پزشکی اون تا زمانی که اون کلاس هایی رو که خدمتتون گفتم بردارید مشکلی نیستش میتونید که لیسانستون رو انتخاب بکنید در هر رشته ای که باشه حالا پس لیسانس رو باید انتخاب کرد لیسانس رو باید گرفت و قاعدتا سال سوم یا چهارم دوره لیسانستون امتحانی هست نام MCAT MCAT امکت رو بر می دارن اشخاص بعد از اینکه امکت رو برداشتن بر حسب نمره امکتشون و بر حسب معدل دوره لیسانسشون اقدام میکنن به مدارس پزشکی مختلف مدارس پزشکی میان که اشخاص رو انتخاب میکنن بر حسب نمره هاشون و بر حسب امتحان کنکورشون که همون امکت باشه چهار سال پزشکی خواهد بود در چهار سال پزشکی که میخونن اشخاص بعد از اون باید که امتحان برد رو بردارن که مطمئن بشن که آن سواد پزشکی رو دارن بعد از اون میتونن برن برای رزیدنسیشون پس چهار سال لیسانس چهار سال دکترا بعد از اون امتحان برد قسمت رزیدنسی قسمت رزیدنسی چگون انتخاب خواهد شدش؟ اون طوری هستش که بهش میگن مچینگ یک چیزی هست بنایی مچینگ بر حسب نمره که شما در اون امتحان برد برمیدارید و موفق میشید و بر حسب نمراتتون بیمارستان ها میتونن که شما انتخاب میکنید میگین من میخوام مثلا برم رزیدنسی پوست بخونم رزیدنسی پلاستیک بخونم رزیدنسی قلب بخونم در این بیمارستان ها اقدام میکنید اون بیمارستان ها هم اگر که از شما خوششون اومده باشه ردبندی میکنن میگن که من اول دانشجوی به نام علی میخوام بعد به نام جان میخوام بعد به نام فلان میخوام بر حسب شماره هاتون. و اگر که این نمره ها به هم دیگه خوردش بر حسب علاقه هر دو طرف هم کسی که میخوادش که پزشکی هستش که میخوادش که رزیدنسیشو در اون بیمارستان بخونه هم بیمارستان انتخاب میشین شما برای برای خوندن و ادامه تحصیل برای رزیدنسی پس برنامه کاری که شما ببینید خیلی اتوماتیک نیستش میشه گفتش که بر حسب تلاش بسیار زیادی خواهد بود و نمره ها باید بالا باشه این چیزایی که خدمتتون گفتم برای کسی هستش که در ایالات متحده مقیم یا سیتیزن آمریکاست. و همچین شرایطی هم کاملا درسته برای کسی که بخوادش که وارد ایالات متحده در رشته پزشکی بشه. باید اشخاص لیسانسشون رو بخونن بعد امتحان بردارن. همون امکت انتخاب بشن. مدارس پزشکی بیشتر اشخاصی رو که نمره هاشون بالا هستش نمره کنکورشون بالا هستش به علاوه این که مقیم یا سیتیزن ایالات متحده باشن و میخوان جذب کنن کسانی که اقامت آمریکا رو ندارند یعنی گرین کارت یا سیتیزن آمریکا نیستن بسیار سخت و دشوار خواهد بود که وارد مدرسه پزشکی بعد از اینکه لیسانسشون رو گرفتن بشن و چه برسه با بورسیه که بعضی از اشخاص سوال کرده بودند که آیا بورسیه به ما تعلق میگیره یا خیر روی این حساب دوستان اینو باید بدونید که وارد مدرسه پزشکی شدن در ایالات متحده بدون گرین کارت به نظر من بسیار سخت و دشوار هستش و اینو بهتون میگم که نخواین که برای خودتون یک سرابی درست کنید کسانی که پزشک در کشورهای دیگه هستند مثل خیلی از عزیزان که داشتیم صحبتش رو کردیم پزشک هستن در رشته های در کشورهای دیگه و اونجا کار کردن به عنوان پزشک باید که امتحاناتی هستش به نام USMLE USMLE بردارن این امتحانات رو در آنکارا داده میشه یک و دوش اونجا ور میدارن برای قسمت سومش میتونن که درخواست ویزای توریستی کنن بیان در آمریکا وردارن قسمت سوم بیشتر عملیه روی این حساب دو قسمت یک و دو تئوریه باید که فقط امتحانات کتبی هستش که بردارن بدین جهت قسمت یک و دو رو با نمره بالا باید بردارن باید نمره بالا باشه بالای 98 بالای 99 درصد و بعد USMLE 3 رو اگر که بردارن و موفق بشن با نمره بالا در این سه قسمت میتونند که درخواست کنن برای مچینگ وقتی که مچینگشون اقدام میکنند در اون زمان آم باز هم بر حسب این هستش که چگونه وارد این برنامه مچینگ بشن و همونی که خدمتتون گفتم بر حسب نمره های بالا هستش و اگر که بچینگ انتخاب بشین درسته که بیشتر پزشکی ها و بیشتر رزیدنسی ها میخوان که اشخاص گرین کارت آمریکا را داشته باشن ولی کن خیلی ها هم به عنوان ادامه تحصیل نگاه میکنن رزیدنسی رو اشخاصی که گرین کارت آمریکا را باشند باشن میتونن برای ویزای J یا ویزای H در آن زمان اقدام بکنند بستگی به دانشگاه داره بعضی از دانشگاه ها ویزای J میگیرن بعضی ها ویزای H میگیرن روی حساب اشخاصی که پزشک هستند، نمرات یو اس املیشون اگر بالا باشه بالا باشه و قسمت سوم رو برداشته باشن میتونند که در امتحانات یو در امتحانات مچینگ بتونن که این کار رو انجام بدن حتی اگر که گرین کارت ندارن با ویزاهای مختلف H یا J میتونن که این کار انجام بشه اول تا آخر این برنامه کاری وارد شدن در مدرسه پزشکی یا پزشک شدن در آمریکاست و دوست دارم شما دوستان بدونید که الان اگر که بدون گرین کارت شما وارد مدرسه پزشکی بخواید بشین اون چهار سال دوم نه چهار سال لیسانس چهار سال دکترا رو خدمتتون میگم بشید طرف های 50 تا 90 هزار دلار یعنی بر حسب دلار امروز که 3300 تومان حساب کنیم در حدود 160 میلیون تومان تا ممکنه که 270 280 میلیون تومان فقط پول شهریتون باشه و با علاوه حالا کنید خرج زندگی و همه چیز دیگه رو روی حساب این اطلاعات سالانه سالانه اینقدر باشه روی این حساب اینو دقت بکنید که هدف رو درست بذارید من خیلی از دوستان دیدم که برای من میفرستن مثل اشخاصی که الان داشتم بیان میکردم در مورد پزشکی میپرسن که اونجا بیایم آمریکا بتونیم که وارد بشیم دوست دارم که بدونید شما عزیزان این اطلاعات رو به شما دادم که برای خودتون سراب ایجاد نکنید و قدم ها رو درست بر حسب حقایق بردارید آیا ما دیدیم اشخاصی که پزشک بودن در ایران و اومدن اینجا تونستن که پزشکیشون رو ادامه بدن و رزیدنسی بشن بله با ویزای J یا ویزای H ولی نمره یو اس بالا بوده بالا بوده آقای امیر که از من پرسیدن سوال بسیار قشنگی رو طرح کرده بودن میگه که من پزشک عمومی هستم در تهران در زمینه بوتاکس چندین سال است که کار میکنم به زودی نوبت گرین کارتم از طریق خواهرم که سیتیزن آمریکاست فرا میرسه میخواستم بدونم آیا در آمریکا اگر دوره های تزریق ژل و بوتاکس رو که ظاهرا چند روز بیشتر نیست بگذرونم و گواهی، گواهیش را داشته باشم به تزریق بوتاکس بپردازم یا حتما باید که پزشکی داشته باشم خیر شما میتوانید که اون دوره های بوتاکس رو بردارید و ادامه بدید بلکه برای بوتاکس اینجا پزشک نباید باشن اشخاص خیلی از اشخاص نباید پزشک باشن که بوتاکس میزنن ما دیدیم که اشخاصی که پزشک هم نیستن با تاکس میزنن و حساب اون دوره ها رو باید وردارین بستگی به ایالتتون داره روی صاحب قوانین ایالتی رو حتما چک بکنید و همچنین خانم مینو میگن که پزشک که متخصص هستش 43 ساله و 11 سال از فارغ التحصیلیشون گذشته از سال 2004 از طریق خواهر شوهرم که سیتیزن آمریکا است درخواست گرین کارت کردیم که فکر میکنم تا دو یا سه سال دیگه درست بشه تصمیم دارم از حالا خودم رو برای امتحانات یو آماده کنم همون قدم هایی که خدمتون گفتم سوال من این است که آیا برای امتحان محدودیت سنی یا زمان پایان تحصیل وجود دارد خیر؟ و معمولا درصد در موفقیت پزشکان ایرانی چقدره؟ اطلاع ندارم پزشکان ایرانی چقدر موفقیت دارن ولی ما دیدیم که خیلی ها تونستن که از این طریق موفق بشن امتحانات استرالیا را هم با موفقیت پاس کردم پس زبانتون خوب هستش شما اگر که استرالیا رو برداشتین زبان پزشکی همون زمان زبان, زبان پزشکی هستش و اینجا فکر کنم که موفق بتونید بشید آیا در نتیجه امتحان میتونه اثر داشته باشه خیر اگر مرحله یک و دو را پاس کنم آیا می توان به عنوان فامیلی فیزیشن در آمریکا کار کنم خیر سه را باید پس کنید یو اس یک دو و 3. هر سه تا رو باید شما پسش کنید که بتونید که این کار انجام بدید شوهر من داروساز و قصد داره دوره نسخه پیچی رو بگذرونه و در داروخانه شروع به کار کنه شما چی فکر میکنید؟ بسیار عالیه این کار اگر که انجام بدین خیلی خوب هسته شوهرتون میتونه که اون دوره نسخه پیچی رو حالا بگذرونن در اینجا نور دوره زیاد سختی نیستش وقتا برای ایشون که خوب داروساز هستن و بعد از اون میتونن که امتحانات داروسازی اون ایالت رو هم بردارن و بتونن که در اون ایالتی که میرید شما کار بکنند هر ایالتی قوانین خاص خودش رو داره به حساب دوستان دقت میکنید که تقریبا از نظر برنامه پزشکی به عنوان پزشک یا برای رفتن مدرسه پزشکی سوالایی که شما ایزان میکنید جوابش یکی هستش برای همین تقریبا گروهی جواب شده قدم ها رو درست بردارید که خدایی نکرده برای خودتون سرابی درست نکنید که به اون سراب هیچ وقت نتونید که برسید از اینکه وقت توی من دادین متشکر هستم تا جلسه بعد که با همدیگه دیگه گفتگویی داشته باشیم برای شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در TMTV.